اما ما یک واگذاری دیگری هم داریم. ما انشاءالله مجموعه های صدر اصل 44 مثل فولاد، مثل برخی از بانک ها، مثل برخی از بیمه ها، مثل پتروشیمی ها، مثل بخش هایی از نفت، مثل مس، مثل آلومینیوم، اینها رو هم انشاءالله داریم آماده میکنیم، به زودی میبریم داخل بورس واقعی و آزادانه ارائه میکنیم و حقوق ملت را به بیت المال برخواهیم گرداند. اما دوتا خاطره و یک نکته عرضم تمام. اما یک خاطره با یکی از شخصیت ها که رئیس یک کشور بزرگ و قدرتمند است، سال گذشته یک ملاقاتی داشتیم. او به من گفت چیکار میکنی تو موضوع هسته ای؟ گفتم ما ایستادیم. گفت خب بمب اتم رو چیکار میکنی؟ گفتم ما بمب اتم لازم نداریم. گفت ما چی کار کنیم؟ گفتم ما از شما توقعی نداریم. شما اگر یه وظیفه دوستی دارید وظیفتون رو انجام بدید. از من سوال کرد، گفت آقای احمدی نژاد تو میگی بمب اتم نمیخوای، میگی کوتاه هم نمیای، از من کمک نمیخوای، تو پشتت به کی گرمه که اینجوری وایستدی؟ من به او گفتم پشتم به ملت ایران و جوانان شجاع این سرزمین است. اما خاطره دوم، وقتی که من درباره اون ماجرای رمزآلود و پیچیده و ناجوان مردانه هولوکاست سوال کردم و حرف دل ملت‌های منطقه و حرف ملت فلسطین را زدم، یک دفعه دیدم روزنامه‌های آمریکایی شروع کردن علیه من سخنرانی. یکی از این روزنامه‌ها را من دیدم فقط در یک مقاله 16 تا تهمت به من زده بود. گفته بود این احمدی نژاد دیکتاتور است، آدمکش است، تیر غلط‌زن است. اما همه میدانند که دیکتاتور آمریکا و نوکرهای آمریکا هستند. اما جمله پایانی، عزیزان دانشجو، علت مخالفت ها با این دولت این است که این دولت علی‌رغم همه سختی های کار پای آرمان ها ایستاده است. در جبهه خارجی مقابل جبهه گسترده ضد عدالت و در داخل هم در مقابل زیاده طلبان سیاسی و اقتصادی ایستاده است. علت این است که احمدی نژاد دانشجوست و تا آخر دانشجو خواهد ماند. پیام من به دانشگاه آزادگی، صداقت، استقلال، ایستادگی و آرمان خواهی است. محیط دانشگاه باید با نشاط پر از صفا و صمیمیت و پر از دلسوزی باشد که به حمد الله هست. همه با هم دوست باشید، بدانید احمدی نژاد
از کسانی که به او اهانت میکنند کوچکترین دلنگرانی و ناراحتی و خدای نکرده کینه ای نخواهد داشت. من هم شما رو دوست دارم و به تک تک شما عشق می‌ورزم. خب بذارید یه شوخی هم بکنیم و بریم. گفتش که یکی از بچه ها گفت بعضی از این دانشجوها سه ستاره شدن. گفتم پس ستوان یک شدن دیگه، ارتقا پیدا کردن. من همینجا از آقای وزیر علوم، از رئیس محترم دانشگاه، اساتید و همکاران عزیزم میخواهم تلاش کنی محیط دانشگاه، محیط دوستی، محیط برادری، محیط مهرورزی، محیط نشاط، نکنه خدای نکرده یه جوان عزیزی که احساساتش رو اینجا با پاکی خودش بروز داده است، خدای نکرده یه موقعی حتی تذکر هم کسی حق ندارد بدهد. اینها همه بچه های من، جوانای من، من پسر کوچیکه خودم حتما الان وسط شماست و دانشجوی مکانیک هست. همه شما رو به اندازه بچه خودم دوست دارم. شاید مطالبی هم دوستان درباره چش درباره خوابگاه ها و فضای دانشگاه ها و کارهای علمی درسته. قبلش اساتید محترم اینا رو با من مطرح کردن. بذارید اینم بگم، حیفم میاد سال 54 دانشگاه ها وقتی میخواستن دانشجو بگیرن شیوه رو عوض کردن، هر دانشگویی جداگانه میگرفت. من هم برای 5 تا دانشگاه مدارکم رو فرستادم، احتمالاً در بایگانی دانشگاه امیرکبیر موجود است. یکی از دانشگاه‌هایی که در رشته عمران پذیرفته شدن دانشگاه بسیار پر افتخار امیرکبیر بود. اما به دلایل شخصی که ما خونمون نزدیک دانشگاه علم و صنعت بود، در مجموع تشخیص دادم برم دانشگاه علم و صنعت، اما نام من در زمره دانشجویان امیرکبیر برای همیشه ثبت خواهد بود. انشاءالله شما و اساتید همه دانشجویان عزیز و سالم و سربلند باشید. Hamaayın. Sağ olun hacı, hamaayın. Sağ olun.